از هر ازدواج در ایران یکی به طلاق منتهی می شود. این جدیدترین آماری است که از سه ماهه اول سال 1402 منتشر شده. برنامه امروز روی خط از صدای آمریکا هم به همین موضوع اختصاص داره. به همین دلیل همکارم شهرام بهرامی نژاد اینجا در استودیو کنار من تا بیشتر در این زمینه صحبت کنیم. شهرام، آیا واقعا از هر دو ازدواج یکیش به طلاق منجر میشه؟ در جامعه ایران نامار بسیار بسیار عجیبیه. بله، ولی خیلی عجیبتر از این اونه که به جزئیات این خبر دقت بکنیم. من خیلی روی این خبر از در واقع شب گذشته به وقت خودمون کار کردم. بر اساس تفکیک استانها پیش بریم، یک فاجعه در داخل ایران رخ داده. به عنوان مثال در استان البرز یعنی کرج و هومه، از هر 100 تا ازدواج تقریبا 73 تاش به طلاق منجر میشه. هفته این آماری که شاید در سطح بین المللی هم بی رقیب باشه، مطمئن نیستم ولی میتونه جز معدود آمارهای خیلی بالا باشه. در مازندران از هر 100 ازدواج نزدیک 70 تاش به طلاق، در سمنان 67 تاش به طلاق، در تهران 67 مورد طلاق. و همینجوری این استانهایی که در رأس هستند وجود دارن. اما اون آمار چرا شده حدود 50%؟ آمار دقیقش هم 47.5%. البته چرا شده؟ به خاطر اینکه یک سری استانها در ایران هستن که خودت هم به هر حال از یکی از همونام، یه سیستان و بلوچستان کمترین آمار جدایی رو داره، حدود 19.3%. اما در این استانهایی که مثل ایلام، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، کاکلی، بویراحمد و اینها، به خاطر اینکه طلاق ضد فرهنگ محسوب میشه، یعنی خانواده ها به این راحتی اجازه نمیدن طلاقی صورت بگیره، آمار پایینه. شاید خیلی از زوجها بخوان این کار رو انجام بدن ولی نمیشه. خیلی آمار نگران کنه. حتی خوزستان که یک جای بسیار در واقع با قوانینی که مردها سلطه خیلی قوی دارن بر زنها، اونجا هم آمار رسیده نزدیک به 35%. یعنی 35% ازدواج ها به جدایی ختم میشه. آماری بسیار نگران کننده است، بسیار نگران کننده است که چند سال پیش میگفتن از هر 3 ازدواج یکی به طلاق و الان رسیده به 2 تا و ممکنه در آینده بیشتر هم بشه. برنامه امشب روی خط هم به این میپردازیم و در این مورد صحبت.